نویسنده و فعال سیاسی مستقل از شاهدان و زنده ماندگان کشتار تابستان 67 است و در زندان‌های کمیته مشترک اوین، قزلحصار و گوهردشت گذران حبس کرده. در زمان وقوع کشتار تابستان 67 وی ساکن بند 8 زندان گوهردشت، یکی از دو مکان اصلی کشتار در تهران بوده. ایشون فعالیت‌های متفاوتی رو در طول سالیان اخیر از جمله گفتگوهای رادیو تلویزیونی داشتن که تمام این گفته‌ها و همچنین در تیر ماه 1388 خاطرات و یادمانده‌های زندان وی به عنوان کلاغ و گل سرخ چاپ میشه و که با استقبال بسیار خوب مخاطبین هم مواجه میشه. کلاغ و گل سرخ روایت چشمی است که از منقار و کلاغ‌ها گریخ تا راز سکوت عاشقان گوید. و بعد از این کتاب آخرین فرصت گل سرخ رویشون چاپ میکنن در تابستان گذشته که در واقع در 28 سالگرد کشتار تابستان 67 هم هستش بوده. این کتاب دست نوشته ها و خط یادگار ها و نیز کارهای دستی بر جا مانده از 137 تن از اعدام شدگان دهه اول عمر جمهوری اسلامی فارغ از هر نوع تعلق سیاسی، عقیدتی و جنسیتی است. و من فکر میکنم این یه قسمتی از این شعر از همون کتاب گرفته شده باشه. آخرین فرصت گل گلدوزی، لاله و نسترن نوروزی، لطفاً این هدیه به مادر بدهید، یادگار شب آخر بدهید. من دعوت میکنم از آقایان مهدی اسرانی و سیروس ملکوتی تشریف بیارن. سلام میکنم به تمامی دوستان، خانمها و آقایان محترمی که وقت گذاشتن، آخر هفته خودشون رو اختصاص دادن برای حضور در مراسمی که بیگمان بی‌بدیل ترین کشتار تاریخ سیاسی معاصرمون هستش. تشکر ویژه دیگری دارم از دوستان برگزار کننده که این فرصت رو برای من و تمامیمون مهیا کردن. برای تمامی شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. سویه دیگه شادمانی من دیدار نازنینانیه که به سادگی در یک شب دیدارشون میسر نیست. من بعد از پخش شدن به تبعید و خلاصی از حبس نزدیک به 2 دهه قبل اولین نوبت در همین شهر پاریس به عنوان شاهد بخش از مشاهداتمو گفتم، از به نوبت ایستادگان مرگ در کریدورهای مرگ زندان رجای شهر یا گوهردشت. کشتار تابستان 67 نه آخرین نه اولین جنایت در فرمان روایی جنون نبوده. بی تردید پدیدار شدن و شیوه های کشتار اون رو به هنجار جنایت در حکومت فقها به گمان من بدل کرده. همینجا یاد دیگری می کنم از کسانی که نزدیک به 2 دهه قبل در سالن حضور داشتن. زندیاد همیشه جابدان، پوران خانم بازرگان، ویدای حاجبی، رضای مرزبان که حافظم یاری میکنه توی اون جلسه حضور داشتن و یاد تمامی دوستان دیگر پاریسی که یک به یک ما رو ترک میکنن در بینمون نیستن. پدر فضیلت کلام، رضای دانشور، تراب اخشناس و اون دیگر و اون دیگر. در ارتباط با کشتار تابستان 67 هنوز حوزه نادانسته های ما در شماری از موارد بیش از دانسته هامونه، از جمله ماجرای چپکشی که پاشنه آشیل حکومت فقها هاست. تمامی کسانی که تا به امروز از حکومتیان در ارتباط با کشتار 67 سخن گفتن به چپکشی که میرسن در واقع نوعی بکس و باد و لکنت زبان دوچار میشند. آنچه که از آمار باقی مونده برای ما آن است که سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان 67 دست کم 6 برابر مجموع نیروهای چپ اعدام شده داشته، یعنی به قتل رسیده. واژه اعدام رو استفاده نکنم، به قتل رسوندن بیش از 6 برابر. اما چرا در واقع چپکشی پاشنه آشیله؟ به این جهت که
در واقع چپ یه واحد سازمانی و یک واحد ریاضی نبوده، یک تنوع و یک رنگین کمانی بوده که در تابستان 67 میباید اون رو کشتن فکر قلمداد کرد. کشتن در حقیقت یعنی محارب کشی یا مجاهد کشی، در واقع کشتن یک نوعی از سیاست بوده. کشتن چپ هم و کشتن فکر بوده. یه قاتل اصلی هم بیشتر نداره، کسی که حتی تکرار نامش دیگه توهین به دنیای مدرن تلقی میشه. از همین رو اگه ایشون رو بشه به عنوان یک متخصص اسلام قلمداد کرد و کسانی که به تمامی موضوعیت و موجودیتشون رو از ایشون میگیرند، اینگونه باید فرمول بکنیم که ما در ساخت قدرت در حکومت اسلامی، اسلام مهرورز و مهربان نمیتونیم داشته باشیم. بنابراین این ساخت ساختی نیست که بی جنایتی درش وجود داشته باشه. مسلمان مهربون داریم، اسلام مهربون در ساخت نمیتونیم داشته باشیم. یکی از ویژگی های نمیخوام سرخم کنم امشب با عنوان یک شاهد مقابل تحلیل، فقط توک میزنم جهت این که ماجرای دادخواهی هم امشب مطرح شد، هم در سخنرانی در گفته های دو نازنینی که صحبت کردن، تحقق امر دادخواهی زیر تحقق با ماژیک قرمز سه تا ختم میکشم که تاکید داشته باشم بر تحقق امر دادخواهی. تحقق امر دادخواهی تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره یه شوخیه، ناممکنه، امکان پذیر نیست تحقق دادخواهی. منی که امروز اینجا حضور دارم دادخواهم، شما هم بیگمان دادخواه هستین، اما تحقق دادخواهی در زمانی که جمهوری اسلامی حضور داره ناممکنه. یکی از ویژگی های این ساخت، ساخت نظام ولایی از بعد به تولدش تا الان، در واقع شبیه سازی این ساخت قدرت. ابتدا شبیه میکنه، بعد در اثر ناسازگاری حذف میکنه یه تعدادی رو و یا میخوره. از این رو نظام اسلامی رو میشه یک نظامی که توامن خودخوار و دگرخوار هست نام ببریم ازش. عوض شدن جایگاه اکتورهای حکومت اسلامی در دورانهای متفاوت، قبل از اون که ریشه در شخصیت و افکار این اکتورها داشته باشه، حاصل جایگاهشون توی سیستمه. هر آن کس که رأس نظام نزدیک میشه، به تبع آن به قدرت نزدیک میشه در این ساخت، به یک معنا تندروتر هم میشه. در این بازی قدرت کسانی به بیرون پرت میشن، نه بر مبنای اون چیزی که اعتراض اسمش رو نام، بر مبنای جناح‌بندی های درون حکومتی که همه به گمان من از جنس قدرت هستن. یعنی دعوای نهادهای قدرت که از قضا بسیار جدیه، در این مولکولی از رحمانیت و اصلاح طلبی و بی جنایتی نمیشه درش نگاه کرد. یعنی اسلام سیاسی رو زیر میکروسکوپ فروید بذاریم منفجر میشه. رحمانیت در این نظام بی معناست، در ساخت نظام و در چرخه نظام. بنابراین ما نمیتونیم چنین خانشی داشته باشیم و الا مرتب مجبور میشیم ساخته مبتنی بر جنایت رو بریزیم تو دل دعواهای جناحی و مرتب این چرخه تکرار میشه. امروز مصادف با اول پاییزه. من از یاد نمیبرم در واقع 29 پاییز قبل صبح یکی از روزهای سرد پاییزی، نگهبان بند 8 زندان گوهردشت که مجموعه چپهای زنده مونده درش قرار گرفته بودن، در سالن رو باز کرد و گفت هواخوری. بعد از حدوداً از مرداد ما، از اون جمعه لعنتی که تلویزیون رو همه چیز رو گرفتن، کانال‌های ارتباطی قطع شد، از جمعه هفته مرداد ما در حیات رو باز کردن و گفتن که هواخوری. همگی اون به حیات رفتیم، حیاتی که تو جای جاش خاطره دفن شده بود، زمین سوختگی و باغچه هایی که دوستانی که گلباز بودن در زندان و همه اون گلها ویران شده بود، هوا سرد بود اما آفتابی، تلون پاییزی به قاعده میبایست که چشنواز باشه، اما کسی در واقع به گلها خیلی فکر نمیکرد. هیچ بارونی هم تو اون لحظه نمیتونست این جراحت قلبهای ما رو بشوره.
پاییز حکایت تحویل ساک ها به خانواده ها هم هست در زن. میدونیم بعد از کشتار در پاییز نامه هایی که بعضا روی کاغذ های فرم ثابت هم نوشته نشده بود به خانواده ها داده میشه که مراجعه کنن به کمیته های 12-13 گانه که در تهران قرار داده بودن برای کسب تکلیف از فرزندان. صبح سرد یکی از روزهای پاییزی خانواده ها به کمیته های چندگانه مراجعه میکنن. هنوز امید وجود داشت، به تمامی این امید رخ برنبسته بود. کسانی حتی قباله منزل برده بودن که شاید در واقع بچه هنوز زنده مونده باشن. بعد از مدت ها انتظار در اون صبحگاه پاییزی اولین نام خونده میشه، کسی میره داخل، مادری میره داخل، لحظه بعد با یک دونه ساک سبز رنگ به اصطلاح باقی مونده با آسفالت خیابون یکی میشه. تو اون کمیته های چنگانه اون روز چقدر ساک تحویل دادن در واقع مشخص نیست. هر خانواده یه ساک، بعضی خانواده هم البته خوش شانس تر بودن، ریاهی ها دو ساک، بهکیش ها پنج ساک، رضایی ها پنج ساک. و یک یک این مادرانی که در هسته مرکزی جنبش دادخواهی بودن یک به یک بیدارن ما رو ترک میکنن. من در آخرین فرصت گل که موضوع صحبت امشب هم هست به شماری از آثار باقی مونده اشاره کردم، به نامه هایی که میدونیم ما یکی از پازلای پازل زیاد داره تابستون 67، از جمله این که چرا پس از 23 مرداد ماه سال 1367 که آیت الله منتظری هیئت رو به قم فرا میخونه، به اصطلاح ما وقتی پاداده چرا ادامه نمیدن اگر تصمیم بوده که پشت سر هم بزنن. ما یک دوره وقفه داریم در کشتار تابستون 67، از 23 مرداد ماه تا هفته اول شهریور سکوت مرگباری همه جا رو فرا گرفت و هیچ خبری نبود. 23 مرداد ظاهراً روزی است که مجاهد کشی متوقف میشه. این همون روزیه که در اون فایل صوتی هم اومده که هیئت رو میخواد به قم، میگه محرمه، دست کم تو محرم اعدام ها رو قطع کنید به احترام محرم، یا دست کم زن ها رو نکشید و تعداد میگن که تعدادی رو جدا کردیم اینا رو هم بکشیم بعدن. اون نامه‌ای هم که در ارتباط، یعنی حکمی که در ارتباط با چپ کشی صادر شده که حتما صادر شده، توی صندوق خونه امنیتی نظام داره خاک می‌خوره. هیچ کس ندیده، از اون نشان در واقع نداره از اون نامه. در شهرستان‌ها می‌دونیم زندانیان چپ حتی مقاوم رو از ریل مقابله با هیئت مرگ عبور ندادن، بنابراین ما در شهرستان ها در واقع چپ کشی نداریم، به غیر از مواردی معدود که پرونده های خاص داشتن. در واقع تهران کشی و مرد کشی یکی از ویژگی های کشتار تابستان 67 بوده، یا اعدام نکردن زن های چپ به جهت مرتده بودن، و فقط این موضوع متمرکز هستم روی تابستان 67، چرا که در تابستان 60 زنهای چپ رو اعدام کردن به دلیل محاربه، نه به دلیل ارتداد، یعنی بازگشت از خدا. مرتده رو در تابستان 67، زنهای بیشماری رو، فریبا شاهد باید باشه، زنهای بیشماری رو، زنهای مقاوممون رو زیر کابل بردن، چرا که از نظر آقایون با اون تفکر اسلامی و اون حکمی که به تمامی اون تباهی اسلامی بود، مرتده رو از اونجایی که زن از نظر دوستان نسبتا محترم در واقع عقلش ناقص العقل هستن، باید زن رو اونقدر زد تا به سر عقل بیان، برای این زیر کابل نماز بردن. اینها نقاط در واقع کوری روشنی ناروشنی هستش که گفتم این حوزه نادانسته های ماست، به ویژه در شهرستان ها و اینها، گروه های جمعی و بسیاری موضع دیگه که نمیخوام وقت رو تلف بکنم. به یک معنا تابستان 67 پوشه و پرونده است ناگشوده تا زمانی که حکومت اسلامی برقراره. این پوشه کماکان در واقع پوشه بازی. من آخرین فرصت گل رو با محمد مختاری آغاز کردم.
یادمون نمیره نزدیک به 19 سال پیش قلم شکنان و شاعرکشان گلوی عشقی رو که از تساهل و مدارا میگفت رو در بیابانهای ورامین در واقع تنابکش کردن و خوابگریه هامون در بیابانهای ورامین تعبیر شد. تاریخ قتل محمد مختاری تاریخ بیقراری روشنفکری ایرانه و غربت غریبش. دو سال پیش از تنابکش شدنش در زمانی که مکان اصلیشو ترک میکنه در شمال پناه میبره به یه خونه ای، از خفیگاهش مکتوبی رو خطاب به همسرش مینویسه که به یک نوع وصیت‌نامه یک آدم زنده است. مریم عزیز، احساس تاریکی به این فکر میاندازدم که چند جمله از باب یادآوری و شاید هم یادگار برای تو و بچه ها بنویسم. سهراب و سیاوش، راستی گناه این دو چیست که در مهلکه گرفتار ماندن و تاوان جبری میپردازند که انتخاب خودشان نیست. شاید از این حرف ها توجیهی بیش نباشد، به خصوص وقتی آدمی وصیتی مینویسد که از روال و احوال معمول وصیت نامه نویسی بویی نبرده. با آگاهی و اطمینان میگویم اگر وضعی پیش آمد که حرف بر زبانم جاری کنند جز اینها که میدانی و در نوشته هایم منعکس است، از من نیست بلکه فرموده فشار است. خیال و اندیشه من در گروه پوست و استخوان و گوشتی که بکنند و بشکنند و بچلانند نیست، اگرچه اینها در آزادی آمیزه همند و واحد و تجزیه ناپذیر مثل اجزای هماهنگ کلام در آزادی. اما چه کم بود نشاط درون در شفافیت پوست و معرفت چشم. دوست داشتم همکنون را هوشمندانه بسازیم، نشد. فقط کوشش هایی ماند در زبان و عرقی بر پیشانی. تحمل این سنگینی ناگزیری من بود. سبک بگیرید نبودنم را، نشاط کنید که در زندگیم به اندازه کافی اندوهگینتان کردم. چشم به آرامش شما دوختم، مواظب هم باشید، اگرچه مثل من خنده این کشور را کم دیدید. افسوس که جرعه فشانی بر خاک هم از شما دریغ می شود. دوستتان دارم، برایتان قصه می خورم، می بوسمتان، دست همه دوستانم را می فشارم. قربان همگیتان، محمد. نیمه شب 20 شهریور 75. در زندانهای حکومت اسلامی روح و جسم هر دو هدف قرار می گیرن. جسم ویران در نمایش جلاد جراحت خودشو باید انکار کنه و شکست روح چون فتح اخلاقی جلوه کنه. تباهی و جلاد هماره گاو می‌بندند تا ویرانی روح پنهان بمونه. ژاک دریدا جمله‌ای داره با این معنا که مرگ هیچ کس شبیه مرگ دیگری نیست و هیچ کس قادر به نوشتن مرگ خودش نبوده، چرا که وقتی ما می‌میریم روایت خودمون رو با خود به گور می‌بریم. هیچ کلان روایتی از مرگ وجود نداره. انسان اما تنها موجودی است که به مرگ خود آگاه است و مرگ را به مثابه مرگ تجربه میکنه. ویژگی آخرین فرصت گل در آن است که دیگر فرصتی نیست. وقتی فرصتی نمانده باشد، وجود منبع حسرت و پرسش و تنهایی و بیشمار دلایل دیگره. از این رو دست نوشته های باقی مانده از دهه شصتی ها رو باید میان خط خانی و سپید خانی هم کرد. اگر بخشی از عدالت، بخش مهمی از عدالت رو در دیدن بدانیم، عین ناعدالتی در نادیدگی معنی پیدا میکنه. فراموش نمیکنیم کسانی که مدام دم از تغییر شرایط میزدن و میگن شرایط تغییر کرد، تغییر کرد، دوران دهه شصت گذشت، درست در اوج حوادث موسوم به موج سبز، زمانی که این استدلال رو میکردن که تغییر کرد و تغییر کرد، این نظام کهریزک درست کرد، این پتانسیل رو داشت که کهریزک درست کنه و این پتانسیل رو هنوز دارد که کهریزک بسازد و 67 بسازد. اصلا اون چیزی که در کهریزک اتفاق افتاد، نه به روایت من ضد انقلاب، به روایت خودی ها، پارگی مقعد، دریدگی، تجاوز جنسی به مرد، اصلا بعضی چیزها هستش که موضوع ادبیات کهن هم قرار نگرفته، خیلی کم قرار گرفته. مثلا سعدی میگه مرد بد، و شکنجه جنسی ما داشتیم به
در واقع در نظام گذشته، ولی موارد این گونه در کهریزک اینها در واقع تجاوز جنسی به مرد رو هم اضافه کردن برام. با این مقدمه ناگزیر مجبور هستم تندخوانی بکنم، چون برنامه هم کمی دیرتر آغاز شد، نمیخوام وقت شما ها رو بیش از اندازه بگیرم. با این مقدمه ناگزیر عنوان صحبت اصلی من که امشب نامش هست چه پسینی دارد این ماه شق شده، میپردازم به تأثیر ادبیات بر زندان و زندان به ادبیات به قدری که مجال هست و فرصت امشب در واقع در اختیار من هست. در تمامی آثار قلمی و خاطرات ثبت شده زندانیان سیاسی ما با عناصر و کلیدواژگانی مشترک مواجهیم که هر یک هستی معنای حبس سبک می‌کنند. بر پاره این واژگان مکس می‌کنیم: آبی، پنجره، پرواز، پرنده، جنگل، آواز، آواز خروس، کاکل، قفس، میله، شب و ماه. اونقدر که ماه در ادبیات تولید شده بندیان پررنگی دارد، خورشید با تمامی گرما و هستی بخش بودنش غیبتی قابل تأمل و پرمکس. این همه زان روز که شب برای زندانی پررنگ تر از روز است و ماه شق شده و تماشای آن از نوک سرنیزه قرقبان دریغ مرهمی است بر سینه مالامال از درد. شاید زندان اسلامی جغد مکان مرگ جایی است که سکوت در آن پادشاهی می کند. در این دوزخ سرا و گمجای بی زبان صدای عره و بریدن قفل افسانه است. شوما و نوحه آهنگران و کویتی پور است که بر بدن یار تازیانه می شود. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشته. تا 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 حاجی نزن، به خدا همه چیز رو گفتم، چیزی ندارم، نزن. و تو چشم فرو میبندی و دست بر گوش فرو میکنی تا ناتوانی دوست نشنوی سمفونی نکبت در آوردگاه تازیانه و استخوان. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت. و مرگ تنها گلو نمی فشرد که زندان دهه 60 اتاق مرگ است و جهان زندانی رنگ ودا دارد. شب زندان در تلاقی زخبند و چرکاب پای دوست از ستاره و ماه گفتن است. شاید یاد یارانی که دلتنگشانیم آرام بر خواب رفتند و بوسه واپسینشان به گاه ودا از ما دریغ. و برای من که پس از خلاصی از حبس به شب و ام الخبائث معتاد و به ماه عاشق شدم، ماه از جنس دیگر است. هر شبانه‌ای در بند استراب می آفریند که شب کوری می پراکند و وهم. صدا زدن شبانه، بازجویی شبانه، تعزیر شبانه، اعدام شبانه، قرقبانان در تمامی شبانه های بی پایان حبس تازیانه و ترانه تاخت میزنند. و ماه مرهمی است بر این همه شب زدگی. شاید هر شب خوابی بندیان در پسین حادثه غیبت رخسار یار میتواند باشد. شاید زندانی آسمانی دارد که تنها صدای نکبت قدرت در آن پژواک میشود. ادبیات بر جای مانده از زندان دهه 60 بر ما نهیب میزند. دهه شصتی ها انگار آمده بودند به دل تاریخ پرت شوند و بخشی از تاریخ. تنهایی انسان در چنگال قدرت و دیده نشدن رنج آدمی و هنوز ندیده ایم شاید. و از آنان که تن به تازیانه خون عریان کردند، جامه از خنجر هراس بافتند و شب از تحقیر تهی کردند. یخ دیوارهای زندان حکومت اسلامی و خط یادگارهای واپسین نوشته شده بر کاغذهای سیگار پا
پر از نشانی هایی است که به گاه ودا دیوارکوب بند شده است و این همه را شاید در پیراهن های چهارخانه ملاقات باید جز که در همان ساق های سبز رنگ کوچکه که با ماژیک بدخط رویشان نوشته شده یافت. مهدی علوی شوشتری پیکارگر دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه جندی شاپور در تاریخ 2 اردیبهشت 59 دستگیر می شود. 10 روز بعد از دستگیری در تاریخ 13 اردیبهشت مکتوبی از خود در اوج تنهایی و ناامیدی به بیرون از محل حبسش پرت می کند. امشب 13 اردیبهشت 59 است و من نمی دانم سرنوشتمان چگونه خواهد بود. از کسی که نامه را پیدا می کند خواهش می کنم آن را به آدرس اهواز خیابان سیمتری پلاک 3 مطب دکتر علوی بدن. آقا جان و مامان، از اتاقم در مقر مرکز عملیات سپاه پاسداران شما را میبوسم. با اینکه بچه خوبی براتون نبودم و تا حالا خیلی ناراحتتون کردم، امیدوارم منو ببخشید. محمود و آدینا و ریما و محمد رو ببوسید. همتون رو دوست دارم. احتمالاً منو با این رفیقی که پیشم است، غلام حسین سالمی ساحره‌ای اعدام میکنن. در این صورت ازتون میخوام که برای مردم هدف و راهم رو توضیح بدید و بگید تا آخرین لحظه به راهم وفادار موندم و هیچ گناهی برای خودم قائل نیستم به جز اینکه طرفدار مردم بودم. امیدوارم منو ببخشید. فرزندتان مهدی. 13 اردیبهشت 59. بندیان همه به انتظار صبح نشستگانی هستند که دست به آسمان و نور بلند می کنند. پررنگی ماه چنان است که شاعر بزرگ آزادی در شبانه‌های باز نکردن آغوش از شب مهتابی و نیامده ای سخن می گوید. از ماه که به خواب بندیان می آید و ایشان را به واسطه پری رویاها به ضیافت باغ انگوری و آلوچه می خواند و از خوندره های اوین عبور می دهد. در خاطرات اکثر زندانیان سیاسی آمده، زندانی با هر وسیله‌ای مکنونات قلبی و عواطف خیش نقش می زند. در واقع زندانی بدین وسیله خود ثبت می کند. من پس از تحمل سلول انفرادی در زندان کمیته مشترک و پس از آن که به سلول منتقل شدم از راه رو، در همان ابتدای کار خیره بر یخ دیوارهای سرد و بیروح واژگان خوش شده بر دیوار که توسط شکارچیان کلمه سید شده بود را به تماشا نشستم که بندیان هم سیدند و هم صیاد، سید زورمندان بی مروت روزگار و صیاد واژگان ناب. اولین دیوار سروده بر سلول زندان کمیته مشترک سروده گون محمد رضا شفیعی کتکنی بود که با قاشق روحی یک بندی گمنام بر دیوار حک شده بود. به کجا چنین شد آوان؟ و خط یادگاری دیگر از فروغ شعر معاصر که توسط زندانی زن گمنام دیگری یحتمل بر دیوار حک شده. پرنده مردنی است، پرواز را به خاطر است. یک هفته تمام سیراب نوشته های دیوارهای سلول شدم. شگفت انگیز آن که از در و دیوار سلول شعر میبارید. شعر و شعر، هجوم این همه شعر در دیوار نوشته ها و خط یادگارهای زندان شاید تأکیدی باشد بر درستی این معنا که عواطف انسان ایرانی زیر نگین شعر قرار دارد. و میگویم شاید، من نمیدانم. بندیان در دیگر نقاط جهان هستی خود با شعر نقش می زدن یا چیز دیگر. من کتاب تکان دهنده مجموعه جزایر گولاک اثر الکساندر سولژنیتسین را در فضای نسبتاً باز سالهای 64 و 5 زندان قزلسار خواندم. آنجا آورده شده دست نوشته هایی از نویسندگان بزرگ روس بر دیوار نقش خورده. هنوز پاسخی قطعی برای این پرسش خود نیافتم. چرا انسان ایرانی حتی فارغ از عرصه سیاست در لبریختگی های عاطفیش چنین به شعر متوسل می شود؟ شاید استبداد طولانی سیاسی، ایجاز دو پهلو سخن گفتن او را واداشته این گونه سخن بگوید. همینجا گفته باشم ما صاحب یکی از دوگوترین و پر ایهامترین شاعران جهان یعنی حافظ نیز بودیم که نازبالش زیر سر هزاران بندی بود. و این همه البته مرتبط با زندان سیاسی نیست. زندانیان عادی نیز در حسرت خاری و هجرانی معشوق و عشق
نام یار و معشوق و قصه ناکامیشان با شعر خالکوب بازویشان میکردند. راننده های کامیون بر پشت ماشین هایشان برای رفع بلا شعر مینویسند. ایران سرزمینی است که به گفته یکی از چهار شاعر بزرگ معاصرش پاسبان هایش نیز شاعرند. زندان سیاسی اسلامی اما سقفی کوتاه و طول و عرضی بسیار محدود دارد. تمام افق دید زندان و زندانی دیوار است، آنجا که هوا هم حتی به حبس. اما کف زندان اسلامی بی انتها و عمیق است، چرا که بندیان به نیستی نمی اندیشن. من می روم، راه می ماند. خط یادگارهای زندان در آخرین فرصت گل به ما چه می گویند؟ زندانی اسلامی با ثبت خود بر دیوارهای سلول می گوید من می نویسم پس هستم. من می نویسم چون هنوز نریختم. زندان یعنی رنج و نوشتن بیان رنج است. زندانی که خود نمی داند درجه مقاومتش چقدر است، در سخت‌ترین شرایط مقاومت تبلیغ می کند. اسیری که هر لحظه امیدش بیشتر رنگ می بازد بر دیوار شعر امید سر می دهد. روزی ما دوباره کبوترهای من را پیدا خواهیم کرد. تجربه زندگی چند ساله در ارتباط با ادبیان و در زندانهایی که تنها من در آن سر کرده هم مرا به نتایج این گونه رساند. از کلاسیکا حافظ همیشه و همه جا با فاصله بعید از دیگران نفر اول بود. از میان معاصرین شاملو چون پلنگی که بر ستیق نشسته همه را زیر نگین داشت. همه جویبارهای عاطفی در زندانهایی که من سر کردم به نوعی به شاملو و حافظ ختم می شد. به گمانم اگر حضور همیشه حافظ را در رمز و راز و قابلیت روز آمد کردن اشعارش بدانیم، حضور همیشه شاملو برای اهل زندان از جنس دیگر بود. این حماسه‌گوی بزرگ معاصر و این شاعر محکوم به امید، افسون بر جنبه‌های زیباشناسانه آثارش، با مهر ارزش مورد سنجش اهل درد قرار داشت. اسیر اسلامی در مقابله با فرهنگ مغزشویی اسلامی میبایست در پناه ارزش‌های سنگر گیرد که ایمنی وی را در مواجهه با میکروب‌های که به ایمانش هجوم می آورند بالا برد. شاملو به غلط یا درست برای اهل زندان به ارزشی بدل شده بود که زندانی وی را از جنس خود می دانست. و تنها چیز دیگر اینجا نیز بگویم، امورات هیچ بندی و بند بدون شاملو طی نشد. هر زندانی با چند چیز جفت می شود، از جمله خیال و تصور و رویا. از این منظر شاید بتوان برای ادبیات معنایی در تقابل با تک‌صدایی یافت، چرا که یکی از جانمایه‌های ادبیات خیال و چند رنگی اون هست و بر همین مبنا ادبیات را میتوان و باید به ذات ضد توتالیتاریسم و دیکتاتوری خوند. دوست نویسنده من اکبر سردوزامی که مدت هاست با نوشتن قهر کرده و میگه تو دورانی که درویی در نوشتن وجود داره من دیگه نمی نویسم، برای هیچ کس نمی نویسم، ستونی داره در صفحه فیسبوکی خودش به عنوان کشفیات اکبر. این واژگان که خودش بیان نوعی از خشم و ادبیات در واقع عصیان رو نمایندگی میکنه، اکبر رو به خشم مرده. از زدن هواپیما بر آسمان اوکراین تا ماجرای داعش، بوکو حرام و به شدت محیط آزرده خاطری که در برای اکبر ساخته است رو او را مرتب به این کشفیات کشانده. در یکی از آخرین کشفیاتش در صفحه فیسبوکی خودش اعلام کرده، بازم امروز کشف کردم تو دنیایی که دست یه مش جاکش باشه که نه روی زمین امنیت داشته باشی نه روی هوا، ادبیات مثل همیشه هیچ گویی نمیتونه بخوره. چه مقدار میتوان با کشف سردوزامی توافق داشت؟ به گمانم هیچ. دست کم برای من این گونه است، فارغ از اینکه این دل نوشته ی اکبر خود نوعی از ادبیات است، چرا که او می نویسد تا دیده شود. او نرفته بر سر چهارراهی در کوپنهاگ به روی چهارپایه فریاد برآورد. و درست به گمانم از جایی که سیاست متوقف می شود، ادبیات به مدد خیال و تصویر و چند صدایی بودنش آغازیدن می کند. اون چه که به گمانم ادبیات انجام میده، به ویژه نقش ادبیات در زندان و اون چه که در آخرین فرصت گل اومده، همانا دیدن درد دیگری است. ادبیات درد انسانو گلدرش میکنه.
ادبیات ممکنه در لحظه و در سیاست جهان نقش ایفا نکنه، که نمیکنه. از این رو طرح پرسشی از این دست که در لحظه کاری از ادبیات برمیاد یا نه به گمانم موضوعیت نداره. آنچه میتونه موضوعیت داشته باشه اینه که ادبیات قادر جهان رو از اون چه که هست انسانی تر کنه. ادبیات میتونه زشت‌ترین و شنیع‌ترین رخدادها رو به زیبا روایت‌هایی بدل کنه و از اونها آدمی به تمامی ازش لذت ببره. وقتی احمد شاملو لحظه اعدام سرهنگ سیامک رو با زبان بیبدیلش تصویر میکنه، همه ما به به نثار شاعر میکنیم، حالا که تنها چیزی که به به بردار نیست لحظه اعدام یک انسانه. شاملو قادر نیست اعدام سرهنگ سیامک رو به تأخیر بندازه، او اما کلید سل موسیقی شعرش رو با کلید زندانبان تاخت میزنه و سمفونی پرشکوهش رو در لحظه سرشار از توحش به زیبایی میسازه. دارن کسی رو برای اعدام میبرن، در قفل در کلیدی چرخید، لرزید بر لبانش لبخندی چون رقص آب بر سقف از انعکاس تابش خورشید، بیرون رنگ خوش سفید دمان مانند یکی نوت گمگشته میگشت، پرسه پرسه زنان روی سوراخ‌های نی دنبال خانهش در قفل در کلیدی چرخید. ادبیات شعبده و خیالی می آفریند که امکان گشوده شدن آن قفل و بدل شدنش به پرنده وجود داره. ادبیات تصویری از جنایت می سازه که نفی جنایت درش مستطره. چیزی که قابل تحمل شه امید به تغییر ایجاد می کنه و وقتی هنوز چیزی ممکن باشه پس هنوز باید امید داشت و اینجاست که ادبیات به زندگی و هستی پهنا و عرض میده. ادبیات قادره تصویر زشت رو به یک زیبایی کامل بدل بکنه، به ویژه در آلوده ترین زشت جای جهان که زندان اسلامی باشه و پست جهنم مقابلش ارتفاعی عظیم داره. ادبیات فاصله بعید گلاک تا اوین و گوهر رو به قدر فهم قاره انسان فرو میکاره و به هنگامی که یکی از قولهای ادبی جهان الکساندر سولژنیتسین در گلاک ادرارش و پاهاش قندیل میبنده، چرا که به هنگام به دستشویی برده نمیشه و زندانبان او رو به دستشویی نمیبره. ادبیات با حفر تونلی ما رو به انفرادی های کمیته مشترک نقد میزنه، محدودیت دستشویی بردن که در میان تمامی نظام های انسان خورد کن تشابه عجیب داره. شیه شبی من و زین العابدین کاظمی یا عبدی که نمیدونم پیکر تنومندش رو تو کدوم یکی از اون گورشارهای خاوران پنهان کردن، از شدت ادرار کارمون به التماس کشیده شد، به نگهبان کارمون به التماس کشیده شد، نگهبان ما رو به دستشویی نمیبرد. برادر داریم خودمون رو خراب میکنیم، برادر تمنا میکنیم، برادر خواهش میکنیم، برادر ما رو به دستشویی ببر. و اون گفت تا هنگام اذان و نوبت دستشویی میبایستی که صبر بکنیم. نکته ای رو شاید برای تخفیف این حد از سنگینی متن شاید توضیح بدم. در زندان‌های حکومت اسلامی نوبت دستشویی در واقع با اذان تعیین میشد. بعد این اذان چون صبح و زورش با در واقع بلندی و کوتاهی آفتاب جابجا میشد، شما سر یک ساعت مشخص هیچ وقت به دستشویی نمیرفتین. ما شبیه در واقع آزمایش پاولوف شده بودیم، هر وقت صدای اذان میومد یاد اون کار بعد میافتادیم. کارمون به التماس کشیده شد و نگهبان ما را به دستشویی نبرد. من و عبدی به اجبار در یک قوطی خالی شیرخوش کمی خود را سبک کردیم و تا نوبت اذان صبح و دستشویی بر خود پیچیدیم. سریا زنگباری در خاطرات خود پر پرواز تجربه خود و فرزند شیرخوارش را میگوید. کودک خود را خراب میکند. سریا فاقد هر گونه پوشاک و مواد تمیز کننده است. این همه برای شکستن غرورش از او دریغ شده. سریا از مقنعه و پوشش اجباریش به جای پوشک استفاده میکند و فرزند خردسالش را میشوید. لحظاتی بعد وی را به بازجویی فرا میخوانند و وی مجبور میشود برای جلوگیری از تنبیه به سرعت مقنعه خودش را بشوید، با قدرت تمام بچلاند، آن را به سر بکشد و به بازجویی برود. شرح این بی مروتی حاکمان جور سنگینی باری است بر شانه های ستبر ادبیات، دیدن درد دیگری.
سیاه‌ترین دوره تاریخ سیاسی معاصر ما البته منجر به ظهور قولهایی شده است که در شرایط دیگر شاید به سختی اتفاق می افتاد و این همه باز از معجزات ادبیات است. کودتای 28 مرداد منجر به ظهور قولی به نام مهدی اخوان می شود و جنبش چریکی تولد احمد شاملو با خود دارد. آیا کسی را سراغ دارید تاریخ کودتای 28 مرداد بخواند و بی‌نیاز از اخوان، یا در بررسی جنبش چریکی به احمد شاملو متوسل نشود؟ در آثار باقی مانده قلمی از زندانیان دهه 60 و نامه هایی که بر فرم های پنج خطی نگاشته شده عناصری مشترک وجود دارد. به تقریب در اکثریت مطلق دست نوشته ها سخنی از یأس و ناامیدی دیده نمی شود. به خاک افتادگان جمهوری اسلامی از بازماندگان می خواهند اندوه آنها را سبک بگیرند. به خاک افتادگان جمهوری اسلامی از بازماندگان می خواهند که در فقدانشان نگریند و قهقهه سر دهند که مرگ بهای گزینشی خودخواسته است. مادر عزیز، تنها وصیتم این است اگر محل دفن مرا پیدا نکردی بر سر خاک دوستم ساعد برو. دیگر مسئله‌ای برای گفتن ندارم جز اینکه برایت بگویم من تا آخرین لحظه خندیدم. فرشید راجی. روزی مرگ به سراغ همگیمون میاد. یادتون باشه که ما میتونیم همدیگر را در طلوع خورشید، در غنچه گلی که میتواند دهان باز کند، در شبنمی که به روی گل مینشیند، در کودکان کوچکی که آینده از آن آنهاست بیابیم. پوران دخت جنبور. و چه شوخ زبانی ها بدان مکان دفن شد که عبوس زهد به وجه خمار ننشیند. امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. اگه از حال من بخواید کاملا خوب و سرحال هستم. اتاق ما دوباره عوض شد، از اتاق 36 به اتاق 32 در همون سالن 1 منتقل شدم. امسال به مناسبت عید نوروز به خواهرای بالای 35 سال اجازه ملاقات دادن، بنابراین به لاله و لادن بگید ناراحت نباشن، 22 سال دیگه میتونن به ملاقات من بیان. زیاده ارزی نیست. بیژن بازرگان. و بیژن کامیونی شد و خاورانی. و چه جان شیفتگی ها و استخوان ها که بر خاک پشته ها شیار شد. عزت تبایان در آخرین لحظه میگوید بار سفر میبندم و عشق شاید تنها نیرویی است که آرزوی یاران به گوش میرساند. در آخرین لحظات مرگ آگاهانی که در دم واپسین زندگی را صدا میکنند، ایشان را از مرگ گریزی نیست که اندوه حضور مرگ را در حسرت و خیال جستجو میکنند. مجید جان، من و تو همیشه خروس جنگی بودیم، ولی عزیزم بدون که دوستت دارم، دوستت هم داشتم. سعی کن در زندگی به یه چیزهای دیگه غیرم موتورم بیاندیشی. مجگان عزیزم، خواهرم، همیشه سنگ صبورم بودی، همیشه از همه جا که ناامید بودم به تو مرسد پناه می‌بردم. خواهر خوشگل و عزیزم، فراموشت نمی‌کنم، چقدر دوستت دارم. فردا روز تولد دوست منو سهرگاه اعدام خواهند کرد، چه میدانم شاید هم همین الان. خلاصه عزیزم، امیدوارم سالهای زیادی در دنیای آزاد به سر ببری. مرسد، شب تولد تو دادگاهیم کردن، شب تولد مجگان حکمم رو دادن. عزیزم خیلی دوستت داشتم و همیشه به یادت بودم. مجگان مرسد، نذارید مامان زیاد ناراحت شه، دلداریش بدید و نمونه‌های فراوان دیگر رو برایش مثال بیاورید تا آرام بگیرید. به بابا بگید منو ببخشه، خیلی دوستتون داشتم و خیلی دوستتون دارم. مهناز معنوی پرست. قصه نبود، راست بیانگاریدش، نغمه نبود، باور بداریدش که این همه درد مشترک من بود و هست و این همه رد پای آهوانی است که به سوی تپه رویاهای خیش میرمند. و به گمانم در فرصتی که ارزانیم شد گفته باشم چه پسینی داشت این ماه شق شده. شاید مرسی.